قدرت‌های درونی پنهانی که شما دارید و از اونا بیخبرید. توی عمق وجود هر کدوم از ما قدرت‌ها و توانایی‌های نهفته است که اونا رو کم اهمیت می‌دونیم. این در حالیه که هر کدوم از اونا قادرن ما رو توی عبور از چالش هامون هدایت کنن. از 9 متخصص توی رشته‌های علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم انسانی خواستیم که 9 قدرت نهانی رو که درون هر کدوم از ما وجود داره معرفی کنن. اولین مورد کامل نبودنه. شکست ناپذیری یک ابرقدرت کلاسیکه. اما توی زندگی واقعی شکست ناپذیری معمولا نتیجه معکوس داره. در عوض اونایی که اشتباه میکنن و میذارن دیگران اینو بدونن بیشتر دوست داشته میشن و اغلب هم موفق هستن. ارتباطات همواره یکی از اصلی ترین نیازهای انسان بوده. خیلی از مردم فکر میکنن که برای برقراری ارتباط باید بهترین جلوه وجودیشون رو عرضه کنن، هرگز خطایی نکنن، هرگز گاف ندن و همیشه درست در این چیز رو توی هر موقعیتی بگن. این فشار میتونه به استرس منجر بشه، به خاطر اینکه باعث میشه که این افراد به ظاهرشون، رفتارشون و کلامشون شک کنن. تحقیقات نشون میدن که این همه تلاش ممکنه که ارزش نداشته باشه. توی تحقیقات کلاسیک که توسط آرونسون روانشناس اجتماعی انجام شد، اون به مفهومی تحت عنوان اثر لکه‌دار رسید که نشون میده چطور اون دسته از افرادی که میزان بالایی از مهارت رو توی انجام کارهای ظریف نشون میدن اما در عین حال مرتکب گاوهای کوچیک هم میشن، برای مثال روی خودشون قهوه میریزن، خیلی دوست داشتنی تر از بقیه هستن که مهارت‌های مشابه دارن اما یه همچین اشتباهاتی رو انجام نمیدن. این تحقیق نشون میده که جایز الخطا بودن نه تنها مشکلی نداره بلکه در حقیقت به نفع ماه. کامل بودن از نظر بقیه مردم ویژگی محبوبی نیست. وقتی میبینیم که دیگران نقص‌هایی دارن احساس میکنیم که اونا رو بهتر درک میکنیم و بهتر میتونیم با اونا ارتباط برقرار کنیم. این تحقیق و خیلی تحقیقات دیگه که توی این زمینه انجام شدن توصیه میکنن که خودمون رو توی پیله هایی که فکر میکنیم دوست داشتنی ترمون میکنن نپیچونیم، به خاطر اینکه احتمال داره که در مورد اونها اشتباه کنیم. در حقیقت بعضی اوقات چیزهایی که ما بیشتر از همه در مورد خودمون دوست نداریم از نظر بقیه دوست داشتنی ترین ابعاد شخصیتی ما هستن. برعکس این قضیه هم صادقه. گاهی اوقات چیزهایی که در مورد خودمون خیلی دوست داریم از نظر بقیه ویژگی‌های محبوبی نیستن. به جای اون که روی رفتارتون تمرکز کنید تا طوری رفتار کنید که از نظر بقیه جذاب به نظر بیاید، خودتون رو خلع سلاح کنید و خود واقعیتون باشید و بذارید مردم خودشون تصمیم بگیرن که چه چیزی رو در مورد شما بیشتر از همه دوست داشته باشن. دومین مورد زایندگیه. اغلب اوقات تصور میکنیم که اولویت دادن به بقیه نشونه ای از ضعف ما، اما تحقیقات نشون میدن که زایندگی یک ابرقدرت پنهان توی عمق وجود ماه. زاینده ترین افراد کسایی هستن که طولانی مدت توی زندگی احساس خوشبختی و سعادت میکنن. اغلب اوقات تصور میشه که افراد زمانی نسبت به خودشون احساس خوب پیدا میکنن که بتونن با غرور به موفقیت ها و دستاورد های گذشتهشون نگاه کنن. اما نوع دیگه ای از شادی هم وجود داره که میتونه مهمتر باشه. زایندگی. زایندگی بر مبنای این باوره که بقیه به خصوص نسل آینده اهمیت دارن. افرادی که این ویژگی توی اونها پررنگ تره قادرن که ایثار کنن و محققان هم نشون میدن که این دسته از افراد هستن که توی طول زندگیشون عمیقاً احساس رضایت میکنن. اگر احساس خوشبختی توی زندگی به احساس زایندگیتون مرتبطه، چطور میتونید احساس زایندگی رو ارتقا بدید؟ توی تعریف زایندگی اومده که این احساس مربوط به اهمیت یافتن نسل بعدی در نظر شماست. اما آیا واقعا نیاز دارید فقط از کسایی مراقبت کنید که جوانتر از شما هستن؟
آیا نمیتونید تمایل خودتون رو به مراقبت از هم نسلی هاتون هم ابراز کنید؟ در مورد کسانی که از شما بزرگتر هستن چطور؟ اریک اریکسون که نخستین بار این نظریه رو مطرح کرد، متضاد زایندگی رو ایستایی نامید. توی این الگو افرادی که ایستا میشن بیشتر و بیشتر خودمحور میشن و پول بیشتری رو برای تغییر دکوراسیون ناتمام خونه، تعطیلات و درمانهای زیبایی خرج میکنن. سومین مورد روزمرگی و تکراره. ممکنه که روزمرگی و تکرار غیر خلاقانه و انعطاف ناپذیر دیده بشه. اما تحقیقات عکس این رو نشون میده. پژوهش‌ها نشون میدن که روزمرگی و تکرار ذهن ما رو از نشخوار فکری رها میکنه. سلامت روانی ما رو ارتقا میده و در حقیقت میتونه باعث افزایش خلاقیت بشه. خیلی از آدم‌ها موفقیت‌های واقعی زندگیشون رو نادیده می‌گیرن و خودشون رو بی‌انگیزه، غیر مولد و ناموفق درک می‌کنن و به همین دلایل از خودشون انتقاد می‌کنن. انگیزه می‌تونه یک نیروی پیشبرنده قوی باشه، اما همچنین می‌تونه فرار و غیر قابل اعتماد باشه. فقط سعی کنید آخرین باری که انگیزه مند بودید رو به یاد بیارید. چه حسی داشتید؟ و این حس چه مدت طول کشید؟ حقیقت اینه که بیشتر از انگیزه این روزمرگی ها و برنامه های روزانه ما هستن که میتونن به ما توی رسیدن به اهدافمون کمک کنن. فکر کنید که جراحی به شما بگه من اگر انگیزه داشته باشم عمل رو خوب انجام میدم. شما نباید با این امید که توی روز عمل جراحی پزشکتون انگیزه منده سلامتی خودتون رو به خطر بندازید. بلکه بهتره که جراحی شما توسط فردی انجام بشه که این کار رو به صورت روزمره و پرتکرار انجام میده که موفقیت اون رو صرف نظر از حسی که روز عمل داره تضمین کنه. آدم‌هایی رو که از نظر شما توی هر زمینه موفق هستن زیر نظر بگیرید. اون وقت حتما متوجه میشید که اونها روال‌های روزمره قوی دارن که در گذر زمان براشون نتایج مثبتی رو به بار آورده و سلامتی روانی اونها رو نیز تقویت کرده. چهارمین مورد اقناع. ما تصور میکنیم که نفوذ چندانی روی دیگران حتی نزدیکترین آدم‌های اطرافمون نداریم. اما تحقیقات نشون میدن که ما خیلی قوی‌تر از چیزی هستیم که فکر میکنیم. وقتی میخواید کسی رو متقاعد کنید کاری رو انجام بده، نخستین شاخصی که به ذهنتون میرسه اینه که این فرد چقدر احتمال داره با موضوعی که مطرح کردی موافقت کنه. این طرز فکر در مرحله اول شما رو از تلاش برای متقاعد کردن اونا باز میداره. برای مثال ما خیلی احساس راحت داریم که از یک دوست برای حمایت از خیریه‌مون کمک بگیریم تا از یک غریبه، در حالی که ممکنه فکر کنیم دوستانمون در مقابل تقاضاهای ما موافقت بیشتری نشون میدن، غریبه ها هم به همون اندازه تمایل دارن با درخواست ما موافقت کنن. پنجمین مورد رضایته. توانایی خوشحال بودن از کسی که الان هستید، جایی که الان توی اون هستید و داشته هاتون قدرتیه که خیلی از کسایی که هرگز توی زندگیشون راضی نمیشن تشنه به دست آوردنش هستن. افراد موفق پیروزی هاشون رو کوچیک یا بزرگ جشن میگیرن، شکست هاشون رو میپذیرن، درس میگیرن و از اونا عبور میکنن. اونا روابطشون رو در اولویت قرار میدن و به طور ذاتی میدونن که انسان ها موجوداتی اجتماعی هستن و موفقیت میتونه و باید با چگونگی ارتباط ما با دیگران تعریف بشه و زندگی ما رو ارتقا بده. ششمین مورد نوستالژی یا دلتنگی برای گذشته است. اینکه اجازه بدیم ذهنمون توی گذشته ها پرسه بزنه میتونه باعث ایجاد احساس گناه و عذاب وجدان بشه. اما نباید اینجوری باشه. خاطرات جذاب و نوستالژیک میتونن خلق ما رو بهبود بدن و به ما کمک کنن که احساس کامل بودن بکنیم. با چالش هایی که در لحظه اکنون با اونا مواجه هستیم و آینده نامطمئنی که پیش روی ما قرار داره، گذشته همیشه زمانی عالی و ایدئال به نظر میرسه.
اما غرق شدن توی خوبی‌های زمان گذشته با توصیه‌های عمومی مغایرت داره. به ما همیشه گفته میشه که در گذشته زندگی نکن. اما آیا گریز به گذشته واقعا بده؟ وقتی ذهن ما به گذشته‌های خیلی دور پرسه میزنه، ما معمولاً چیزها رو دقیقاً همونطوری که رخ دادن به خاطر نمیاریم. حافظه تلاش مغز ما برای پیوند دادن ما با گذشته است. توجه کنید که تلاش در اینجا واژه کلیدیه. ما زندگی رو با فشار دادن دکمه ضبط سپری نمی کنیم. بنابراین وقتی خاطره رو به یاد میاریم، دکمه پخش رو فشار نمیدیم تا اون خاطره رو دقیقاً برامون پخش کنه. حافظه بازسازی بسیار نادرستی از گذشته ماه که با یه قلموی پهن که گرایش به پنهان کردن خیلی از جزئیات منفی داره رنگ شده. به خاطر همینه که نوستالژی یا دلتنگی برای گذشته میتونه احساسی دلگرم کننده ایجاد کنه. اما درگیر شدن با نوستالژی همیشه هم آرام بخش نیست. به این توجه کنید که شمای اکنون همون شمای گذشته نیست. ما ممکنه امروز به شکلی متفاوت فکر و یا احساس و یا رفتار کنیم. حافظه شما با قرار دادن تکه های شما در کنار هم از شما یک کلیت منسجم و پیوسته می سازه. وقتی این فرایند تخریب بشه، شما احساس ناپیوستگی می کنید که با پایین اومدن رضایت از زندگی مرتبطه. با این حال تحقیقات نشون دادن افرادی که پیوسته به گذشته فکر می کنند، احساس پیوستگی و تداوم هویت بیشتری دارند. هفتمین مورد امیده. قدرت دستیابی به این باور که همه چیز صرف نظر از هر چالشی میتونه بهتر بشه به معنای واقعی کلمه میتونه جهان رو تغییر بده. تعداد کمی از مردم در توصیف وضعیت فعلی جهان از واژه امیدوارانه استفاده میکنن. اما ما میدونیم که حتی در اوج درد هم امید میتونه وجود داشته باشه. امید واقعی هزیون و توهم نیست. امیدوار بودن به معنی زندگی در یک دنیای فانتزی و رویایی نیست و به معنی انکار کردن دردها و رنجها هم نیست. هشتمین مورد رویا پردازیه. نشون داده شده که رویا پردازی با پشت گوش اندازی، خیال پردازی افراطی یا نشونه ای از ذهن بیکار فاصله داره و فوایدی رو برای دنیای واقعی ما برمقام میاره. حتما اوقاتی در روز وجود داره که ذهنتون شروع به پرسه‌زنی میکنه و لحظه هایی رو به خیال پردازی در مورد چیزهایی سپری میکنه که میدونید واقعی نیستن. اما این چیزها باید شما رو نگران کنن. شواهدی نشون میده که پرسه‌زنی یا سرگردانی ذهن مانعی برای درک مطلب و عمل کرد توی آزمون‌های استعداده. اما این پیامدها رو باید در مقابل فواید پرسه‌زنی ذهن قرار بدیم که روز به روز شواهد بیشتری اونها رو ثابت میکنن و نشون میدن که پرسه‌زنی ذهن برای فرایندهای احساسی و روانی مثل برنامه ریزی برای مسیر زندگی و روشهای خلاقانه حل مسئله سودمنده. به نظر میرسه که اکثر ما کاملا آگاهیم که رویا پردازی تمرکز ما رو کاهش میده. اما این بهایی که مشتاقانه حاضریم پرداختش کنیم. نهمین مورد بیقراریه. وقتی بی‌حوصلگی پدیدار میشه، موندن توی یک مکان میتونه برای سلامتی روانی بد باشه. اونها که توی این موقعیت‌ها خودشون رو مجبور میکنن از محل فعلی بیرون برن و تجربه‌های لذت بخش و متفاوتی داشته باشن، ممکنه فواید خیلی متمایز و متفاوتی رو نصیب خودشون کنن. مرسی از این که تا پایان پادکست همراه من بودید. اگر کانال رو سابسکرایب ندارید، خواهش میکنم که سابسکرایب کنید، لایک کنید و ویدیوها رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید.